همکارم طناز خامه از لوی و تاج الدین سروش از مدیکا با ما همراه شدن. طناز از تو شروع بکنیم، جزئیات این خبر رو برامون بگو. بله، در مورد حمله اوکراین به بلگراد گفته، البته باید اینو بگم که این شهر خیلی شهر استراتژیک هست به خاطر اینکه روس‌ها از اون استفاده میکنن برای حملاتشون به شهر خارکیف، که تا الان میدونیم این شهر تحت حملات گسترده بوده و تعداد بسیاری از شهروندان اونجا یا شهر رو ترک کردن یا جان خودشون رو از دست دادن. خارکیف یکی از شهرهاییه که بیشترین آمار رو داشته از کودکانش که جان خودشون رو در این جنگ از دست دادن. اما روس‌ها میگن که خب اوکراین این حمله رو انجام داده. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده، یعنی در واقع وزیرش اعلام کرده که این حمله از طرف اوکراین نبود. البته گفته تاییدش نکرده و گفته که مسئله‌ای که هست اینه که کسانی که در مقامات امنیتی و اطلاعاتی و دفاعی در اوکراین هستن، اونا اطلاعات دارن و اونها باید تایید بکنن. ولی از طرف دیگه روس‌ها گفتن ما این خبر رو به پوتین دادیم، آگاه و این مسئله میتونه باعث بشه که مذاکراتی که امروز به طور آنلاین بین روس‌ها و اوکراینی‌ها هست تحت تاثیر قرار بگیره. من دوست دارم از این فرصت استفاده بکنم. آماری منتشر شده در رابطه با اینکه تعداد کودکانی که جان خودشونو در این جنگ از دست دادن نزدیک به 134 نفر، یعنی کودک جان خودشو از دست داده، و نزدیک به 250 نفر زخمی شدن. در مرکزی که من ایستادم ایستگاه قطار، ایستگاه قطاری که الان شبیه ایستگاه قطار نیست، تبدیل شده به یه پناهگاه که اگر پشت سر من رو نگاه کنین زنان و کودکانی هستن که تحت تاثیر جنگ قرار گرفتن. وقتی قطارها از شهرهایی مثل خارکیف، زاپوریژیا و کسانی که در ماریوپول بودن به اینجا میرسن، زنان و کودکانی که حالت روحی خوبی ندارن به این مرکز آورده میشن تا بهشون یک سری از حمایت ها رو بدن و بعد از اینجا میتونن به سفر خودشون ادامه بدن. حالا خیلی ها که اینجا صحبت میکردیم داشتن میرفتن به سمت لهستان و بعضی ها فامیل داشتن، بعضی هم رفته بودن برگشته بودن. اگر نگاه بکنیم به اینجا میبینیم که شرایط زنان و کودکان خوب نیست، خصوصا شهر ماریوپول. امروز گفتی خیلی ها ازش تونستن بیان بیرون، اما باز هم تعداد غیر نظامیان و کودکان اونجا زیاده. بله تاج، همکارمون طناز از وضعیت پناهجویان در اوکراین برامون گفتش. تو راجع به تحریم‌های روسیه به ما بگو، چون ظاهرا مثل که پوتین گفته که پول نفت باید به صورت روبل پرداخت بشه، درسته؟ بله آزاده، ببین در آخرین روزی که امروز دیدم میشه که دیروز البته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد به کشورهای اروپایی، که از جمله کشورهایی است که چون مشتریان اصلی نفت روسیه به شمار میره، مثل همین لهستان یا بزرگترین مشتریش در اروپا آلمان است، که ازشان خواسته که باید پولی، تمام پولی که اینها نفت از روسیه خریداری میکنن، باید بر روبل بپردازد، در حالی که ما میدانیم که روسیه زیر تحریم های غرب است، از جمله تحریم های اروپا، که نمیتونه معاملاتش بر روبل انجام بده. اما این واکنش شدیدی کشورهای اروپایی از جمله آلمان مواجه شده و ایره محکوم کردن و گفتن که نباید روسیه خودش رو در یک مسیر قرار بده که معادلات و معاملات اینها باش متوقف شود. اون طرف وقت میبینیم آمریکا هم، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن اعلام کرد که در پیوان به تحریم های روسیه، در پیوان به این که همتای و هم شریکان اروپاییش نمیتونن نفت و یا هم گاز روسیه را خریداری بکنه، حاضر است که 1 میلیون بشکه نفت در روز از ذخایر استراتژیک آمریکا را آزاد بسازه و این ذخایر استراتژیک یک مقدارش به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد تا بتونن ضروریات و نیازمندی های روزانه کشورهای اروپایی مرفوع شود. تا حدودی در واقع ما میبینیم که پیامدهای جنگ اوکراین که در اون ور خط مرز جریان داره، در واقع پیامدهای شدیدن برای کشورهای اروپایی تاثیر گذاشته و کشورهایی که وابستگی جدی و با تجاری با روسیه داره، که در واقع میبینیم که هر روزی وابستگی هم بیشتر تحت تاثیر این تحریم ها قرار میگیره. ممنونم از هر دو همکارانم، طناز خامه از لوی و تاج الدین سروش از مدیکای لهستان، ما رو همراهی کردیم.